نه پدر نه غیر پدر هیچ احدی حق نداره که این دختر را مجبور بکنه که تو با فلانی یا با فلان کس باید ازدواج بکنید. استدلال میشه به حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که میگه ان جاریه بکرا اتت النبی صلی الله علیه و سلم فذکرت ان اباها زوجها وهي كارهه. این که یک دختری آمد به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله پدرم مرا به ازدواج کسی داده و من را به ازدواج داده در حالی که من راضی نیستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ فخیرها النبی صلی الله علیه و سلم. پیامبر علیه الصلاه و السلام برایش اختیار دادن، برای پدرش گفتن چون این حقی نداری. و این حدیث در سنن ابی داود حدیث 2096 شده. لفظ دیگری که امام دارقطنی رحمه الله در سنن خیش روایت میکنه اینطور آمده از ابن عباس که ان رجلا زوج ابنته وهي كارهه، این که مردی یا شخصی دخترش را به ازدواج کسی داد در حالی که این دختر راضی نبود و خوشنود از این ازدواج نبود. ففرق النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در میانشان جدایی انداختن، یعنی این نکاح را فسخ کردن، این نکاح را رد کردن. در برخی از روایت آمده که پیامبر رد کردن، اون را باطل اعلان کردن و جدا ساختن اینها را، چون اینجا جاییه که پدر حق نداره چون این کار بکنه، حق نداره که دخترش را اجبار بکنه به ازدواجی که خودش دوست نداره. آنچه که در برخی از جوامع معروفه و این کارها را انجام میدن در حق دختر بیچاره ظلم میکنن، اون دختر اشک میریزه، گریه میکنه، ولی هنوز هم اون را به نکاح یک کسی میدن که اصلا این دختر او را نمیشناسه، نه او را میپسنده، نه خوشش میآیه. خب بدون شک و تردید این ظلمه و اسلام عزیز این را نمیپسنده، اسلام این را قبول نمیکنه. اینها را به اسلام ربط ندید، اینها ربط به اسلام نداره، اینها عرف و عنعنات غلطیه که در میان جامعه ما متاسفانه وجود داره. زندگی دخترشان را، زندگی خواهرشان را خراب میکنن. بعد یک اسلام ستیز دهانش باز میشه میگه این حکمیه که اسلام داده. کجای این را اسلام گفته؟ چرا دروغ میگی؟ و اون پدر و اون برادر چرا این کار میکنی؟ ظلمه، ظلمه، ظلمه. نکن این کار را، زندگی خواهرت، زندگی دخترت را چرا خراب میکنی؟ از الله بترس. یعنی این مسائل شوخی بردار نیست، زندگی یک فرد، زندگی یک دختر، زندگی یک پسر تباه میشه، برباد میشه.